همراه میشیم با همکارم احمد سمدی در برلین احمد درباره قطنامه جدید شورای اروپا و مفاد آن بیشتر از خودت بشنویم لطفا. بله خب این قدنامی ای که در مجمع پارلمانی شورای اروپا داره ارائه میشه که 46 کشور عضو اون هستن یعنی از تمام اروپا در اون حضور دارن بخشی از یک گزارشی هستش که در خصوص وضعیت ایران و همچنین شرایطی که ایرانیان در خارج از کشور دارن به طور خاص مخالفان جمهوری اسلامی و در این گزارش به این اشاره شده که ایرانیانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند وضعیت چند مناسبی در خارج از کشور ندارن چرا که مقامات جمهوری اسلامی اونها رو تهدید میکنن همچنان این افراد با خشونت مواجه میشن و هر آن امکان داره که اونها ترور بشن و بر همین اساس هم این در واقع قطنامه به شورای, شورای پارلمانی شورای اروپا ارائه شده مجموعه پارلمانی شورای اروپا ارائه شده و در واقع چندین خواسته رو هم مطرح کرده خب یکی از خواسته هایی که مطرح میکنه این هستش که باید حتما من، کشورهای اروپایی در سیاستهای خودشون و در روابط با جمهوری اسلامی تجدید نظر بکنن و همچنین تحریم های جدیدی رو اعمال بکنن چرا که جمهوری اسلامی با استفاده از به عنوان مثال تکنولوژی هایی که استفاده میکنه و, و اونها رو از برخی از کشورهای اروپایی به دست میاره مثل دوربین های نظارتی مخالفان خودش رو تحت فشار قرار میده و اونها رو آزار و اذیت میکنه و همچنین خواستار این شدن که سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی قرار بگیره این مجددا از سوی شورای در واقع مجمع پارلمانی شورای اروپا مطرح میشه در حالی که در سال گذشته دیدیم که پارلمان اروپا این موضوع رو تصویب کرد و از کشورهای اروپایی خواسته که حتما اعمال بکنن این بار هم از سوی این مجمع ارائه شده و مورد بعدی هم اعمال تحریم های بیشتر علیه افرادی که در جمهوری اسلامی در قدرت هستن هم از دیگر های هستش که در این قطنامه بهش اشاره شده نکته ای که در این قطنامه وجود داره و باید بهش بسیار توجه کرد این هستش که این قطنامه اولا از سوی نماینده حزب سبز ها در پارلمان آلمان که در این شورا هم حضور داره ارائه شده و به نوعی گفته که خب از این به بعد دیگه جوزف برل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیگه در رأس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نخواهد حد بود چرا که او جلوگیری کرد بارها از اینکه بخوان که کشورهای اروپایی و به طور خاص اتحادیه اروپا تحریم رو علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنند و حالا نبود او میتونه که باعث بشه که کشورهای اروپایی بتونن سیاست جدیدی رو اعمال بکنن و همچنین این قنامه نکته ای که بهش اشاره میکنه هستش که اتحادیه اروپا باید حتما سیاست های جدیدی رو برای مقابله با جمهوری اسلامی اعمال بکنه ممنونم از تو زیاده. احمد صمدی همکارم از برلین